به نمایندگی از تمام دختران حریوا زمینه، دختران خواجه انصار، دختران فخر رازی، دختران واعظ کاشفی، امروز به نمایندگی از اونا میخوایم پیامی که در دل همگی ما هست برای شما عرض بکنم. همگی ما میفهمیم که شهر ایراد شهر علم و فرهنگه، شهر انصاریه، شهری که هزاران دانشمند از همین جی بیرون شد، شهر مولانا جامیه. پس چرا باید در مکاتب بروی دختران بسته باشه؟ ما از شما عاجزانه و صمیمانه خواستار از اینم که در مکاتب بروی دختران باز کنه. زنان و دختران همیشه نیمی از پیکر جامعه بودن و اگر ایقش از جامعه نباشن پس نیمی از جامعه هم ناقصه. قطعا مادر باسواد امروز، خواهر باسواد امروز فرزند خوبی فردا به جامعه تقدیم میکنه، فرزندی که خود زعامت کشور خود فر به دست بگیره، فرزندی که خود معادن کشور خود فر استخراج بکنه، فرزندی که نیاز به کشور خارجی نداشته باشه. اگر میخواین که افغانستان ما تبدیل به فغانستان نشه، تبدیل به گلستان بشه، پس باید دختران هم به مکتب برن. یک چیزی که همیشه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به او اشاره میکنن و خداوند هم این مسئله همیشه در صدر اسلام و در نزد خدا همیشه و همیشه قابل تحسین بوده و همیشه مورد توجه بوده. چرا خدا اولین حرف گفت؟ چرا گفت اقرا؟ چرا دیگه چیزی نگفت؟ چرا دیگه فعل استفاده نکرد؟ گفت اقرا. به خاطر از اینکه اقرا، با اقرا تمام دنیا روشن میشه، دلهای ما پاک میشه و ما رو به پیشرفت میره. تنها راهی که ما به صلح برسیم، تنها راهی که جنگ خلاص بشه، اینه که ما تحصیل بکنیم و بتونیم آینده کشور خود ما به دست خود بسازیم. پس یک بار دیگه خواهش میکنم، لطفاً حق دختران هرات و حریبا و تمام افغانستان این